اما اگه نمیدونین چرا مملکت چند روزه که تعطیل الان یا چجوری مثلا وسط چله زمستون سر از شمال درآوردین، باید بهتون یادآوری کنم که فردا 22 بهمنه، سالگرد پیروزی انقلاب همون سال 57 خودمون. هرچی از این رویداد دورتر میشیم، عکس ها و کتاب های تاریخی حرف های متناقض تر و عجیب تری در مورد چگونگی و علت وقوع انقلاب میزنن. مثلا کسانی که خیلی 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 اصرار به انقلاب داشتن و نمیدونم نقش اساسا کلیدی در به ثمر رسیدن اون بازی کردن و بعد از دایره قدرت بیرونشون کردن، اینجوری خلاص انداختنشون بیرون، الان نشستن میگن کی ما؟ بعضی که اون موقع اصلا دست راستشون از دست پا و چپشون نمیشناختن و کاری نبودن، الان شدن صاحب فلان و سردار بیسار و رئیس و وزیر و وکیل و اینا، میگن انقلابو شخصا و به تنهایی و یک نفره و اینا انجام دادن، این رمبو. بعضی دیگه هم که فقط عکس داستان دیدن فکر میکنن انقلاب توسط یه مقوا انجام گرفته. حالا ما با این کار داریم، برمیگردیم به این داستان. خب فعلا به این قسمت برنامه توجه کنید. انقلابیون فرانسه میگفتند انقلاب فرزندان خودش رو میبله. برای اینکه ثابت کنم همچین چیزی در مورد انقلاب ایران وجود نداره و انقلاب ایران برعکس همه انقلاب ها اشتهای چندانی نداره، کافی بود یه تفحصی بکنیم تو مدارک و اسناد انقلاب. اسنادی که ثابت میکنن نه تنها انقلاب فرزندان خودش رو نخورده، بلکه این انقلاب بوده که خورده شده. یه لیوان دوغ آبلی هم روش. اول رفتم سراغ یه سری عکس از تظاهرات و راهپیمایی های سال 57 تا این فرزندان انقلاب رو بشناسم، ولی هرچی نگاه کردم هیچ چیز آشنایی ندیدم. یه سری جوون با عکس ها و آرم سازمان های اونوری که بیشتر شبیه بازسازی فیلم های روشنفکری فرانسوی بود، همچین چپ روشنفکری. مطمئن بودم اشتباهی صورت گرفته، چون اگه اینا فرزندان انقلاب بودن باید حتما دو سه تاشون الان دیده میشدن توش. ولی ایران تنها کشوریه که توش زبون املان کمونیست و چپی و سوسیالیست و اینا نداریم، یا از سال 67 به بعد حداقل دیگه نداریم، مثل بقیه چیزای دیگه که نداریم. در کشور ما چنین چیزی وجود نداره. گروه بعدی که توی این عکس‌ها دیده شدن یه سری مرد مرتب محترم بودن، از این کروات داشتن و تنها چیزی که بهشون نمی اومد انقلابی بود. اینا بیشتر شبیه آدمایی بودن که به جای عربده و تهدید دنبال گفتمان و این سوسولوازی ها، مثل سیاست مدارای واقعی. و در زم آدمای این تیپی هم دیگه توی این مملکت نداریم، همه امروز زوبه در ولایت هم. گروه بعدی یه سری روحانی بودن که اصلا هیچ کدومشون رو من تو نماز جمعه ندیدم. اینجا بود که قوه ژورنالیستی حقیقتیا به من پرده از یک توطئه سازمان یافته برداشت، توطئه‌ای که سعی در مصادره انقلاب داشت. عکسایی که به صورت مبتدیانه فتوشاپ شده و متن‌ها و اخباری که سعی می‌کنن نشون بده انقلاب توسط افراد دیگه‌ای هدایت شده. مثلا این عکس معروف که حتی مجسمش هم هست، اون وقت با بی‌دقتی فتوشاپ شده و افراد ناشناس خودشونو به این عکس تحمیل کردن، مثل این آقای بنی‌صدر که نه فقط عکس خودش رو با زیرکی فتوشاپ کرده، بلکه ادعا می‌کنه اولین رئیس جمهور مملکت بوده. واقعاً که. یا این آقای صادق قطبپور قطب‌زاده، تازه فیلم خودش هم مونتاژ کرده بغل امام، مثلا تو هواپیما مترجم امامه، بعد الکی میگن ایشون بعدها به دستور امام اعدام شده. یه فیلم هم از یه نفر که شبیه ایشونو گذاشتن رو یوتیوب. آخه اون موقع یوتیوب بوده؟ نبوده که. پس اینم تو انقلاب نبوده. یا این یکی میگن آقایی به نام لاهوتی که بعدن تو زندان مرده. خب اگه زندان بود اینجا چی کار میکنه؟ تازه همه میدونن که امام با جیمبا اومد ایران، نه با ایرفرانس. مدارک هم اینو ثابت میکنه. بعد از اینکه قضیه این عکس‌ها برام روشن شد، رفتم سراغ اسامی یه سری آدم دیگه که ادعا میکنن در انقلاب نقش داشتن، مثل این آقا بازرگان یا این آقا یزدی. ادعا میکنن اعضای شورای انقلاب بودن و عضو نهضت آزادی، نخست وزیر یا وزیر خارجه و اینا. خب همه میدونن نهضت آزادی غیرقانونیه، پس اینا به دروغ خودشون رو به انقلاب بستن و معلومه که خواستن بیان تا انقلاب رو بالا بکشن. من اگه کاری بودم مینداختمشون زندان.
شاید هم انداختنشون زندان، کی میدونه. یا اینا، یه عکس از پشت یه سری افسر راهنمای رانندگی گرفتن، میگن اینا همافران نیروی هوایی بودن که باعث شدن ارتش سقوط کنه. در تحقیقات مبسوط من معلوم شد که اصلا رده‌ای به عنوان همافر در ایران نداریم، یا حداقل دیگه نداریم. یا اینا که با سیاه‌بازی میخوان از تلاش چندین ساله آدم‌های انقلابی سوء استفاده کنن. سنجابی، امیر انتظام، شما اصلا کجا بودی موقع انقلاب ها؟ وقتی بقیه انقلاب میکردن شما کجا بودی؟ مثلا این آقای فروهر یا آقای به نام سامی علکی تو متن خودشونو به عنوان انقلابی جا زدن، پول دادن اسمشون رو تو مدارک بنویسن. اون وقت یه سری آدم افتاده مثل همین آقای رئیس جمهور یا آقای مصباح که اصلا انقلاب رو خود ایشون شخصا انجام دادن و همه هم میدونن از روی افتادگی هیچ اسمشون رو نبردن، اصلا ردی از خودشون نذاشتن. به این میگن پرواز زیر رادار یا فروتنی افراطی. توی این عکس‌ها و متن‌های تقلبی اسامی و چهره‌های زیادی دیگه‌ای هم بود. همه انگار میخوان سوار بلیت برنده انقلاب بشن. کسایی مثل کیانوری، تبری، توده‌یا، مجاهدها، موسوی خوینی ها، شریعت مداری، مدنی و کسایی که الان بیرون از ایرانن و سعی دارن خودشونو به نوعی به انقلاب بچسبن. یا کسایی که اصلا معلوم نیست کجا هستن یا کی هستن. مثلا این اصلا کیه؟ من که اصلا نمی‌شناسمش. در حالی که انقلابیون واقعی مثل سردار نقدی، احمد خاتمی، احمد جنتی، طائب، فیروزآبادی از روی افتادگی اصلا پول دادن همه جا اسمشون از تو کتابا در بیارن. مثلا من مطمئنم که شما این آقا رو روز انقلاب یادتون نیست، یا این دوتا جوان خوشتیپ که امام آوردن کسی اصلا یادشه؟ نه، این انقلاب نیست که فرزندای خودشو میخوره. این یه سری آدم دیگه هستن که از راه میرسن و انقلاب رو با جاش یه سره بالا میکشن و همه چیزو میخورن و میبلن یه لیوان دوغم روش. اما همه احساسی رو کنید از برگشت به ایران؟